درویشم من از قدیم در واقع از سر فیلم همون فیلم شب یلدا که دفتر تماشا درست کرد که درویشم اونجا سهیم بود در اون دفتر، اونجا یه آشنایی ابتدایی باش داشتم و بعد این یک سال قبل از اینکه فیلم برداری شروع شه این آقای قائم مقامی بود که مدیر تولید فیلم رستاخیز بود تماس گرفت با من که قبلا میشناختمش سر فیلم شب یلدا، همون بیشتر با دفتر تماشا کار میکرد، مدیر تولید اون فیلم بود، گواره یه همچین موضوعیه بیا. و همون جلسه اول خیلی به هر حال دیدم بچه صمیمی و دوست داشتنی و آدم با سعه صد بسیار، یعنی راحت میتونی باهاش حرفتو بزنی، راحت میتونی باهاش مخالفی مخالفت اعلام کنی و خیلی پذیراست و خیلی ذهن روشنی داره، در ضمن آدم جاه طلبی که جاه طلبیش هم خوبه، یعنی به قول خودش من 10 سال یه بار یه فیلم بسازم و دوستم فیلم گنده بسازم، فیلم حالا بیگ پروداکشن به قول معروف، یا حالا نمیدونم چرا مد شده اینجا میگم فیلم فاخر، البته اون تو ذهنش فیلم فاخر نبود ولی همون پروژه هایی به هر حال گنده و سنگی. باز طبق معمول بالاخره من فیلم رو خوندم و یه گفتگوهایی داشتیم و نقطه نظری داشتم، یه جایشو قبول داشت، جایشو نداشت، جایشو توضیح میداد من قانع شدم، یه جایشم توضیح داد من قانع نشدم، برای همچین ارتباطایی بوده و رفتیم دیگه قاطی این کار شدیم. برای منم این خود این تجربه تازه‌ای بود، چون همه فیلمای کار کردن فیلمای اجتماعی بیشتر زمان حال و این یه فیلم تاریخی به هر حال یه چالش تازه‌ای بود با یه نوع تازه از کار. اولا قرار بود که امکانات خیلی گسترده‌ای داشته باشیم ولی خب متاسفانه بعداً امکانات اونجوری که باید جور نشد، ولی به هر حال فیلم یک سال فیلم برداری شد و کار سختی هم بود. توی ما 8 تا 9 تا شهر رفتیم و حتی بیشترش تو بم بود، اونجا قرار بود تا اردیبهشت ما تموم کنیم کارو که دیگه گرم میشه اونجا کار تموم بشه، ولی تا آخر تابستون کار طول کشید و ما تابستون گرم اونجا رو داشتیم، ولی بسیار من دوست داشتم. اصلا کلا فیلما که خارج از تهرانه، فضاش خارج از تهران من دوست دارم و ارتباط خیلی خوبی هم بین با درویش برقرار کردیم و یه بخش لذت بخش این همکاری برای من یکی بازبینای لوکیشن بود که البته قبلا خودش مثلا 1-2 سال رفته بود لوکیشن‌های مختلف دیده بود، ولی یه بخشش هم با هم رفتیم و خود این خیلی جذاب بود، هم دیدن یه جایی که آدم تو سفرهای معمولی نمیره و هم با خود درویش و یکی هم اینکه شهرهای مختلف که میرفتیم معمولا دوتایی با هم بودیم، با ماشین درویش ما میرفتیم و گپ و گفتایی که به هر حال باعث صمیمیت بیشتر، رابطه نزدیکتر و شناخت نزدیکتر میشه. در مجموع کار دلچسبیه و خاطره خیلی خوبی دارم. آقای حاتمی که من سر فیلمبرداری یه فیلم بودم که تماس گرفته شد از طرف تهیه کننده شون آقای کریمی بود، که من قبلا نسل سوخته رو باش کار کرده بودم، ایشون تماس گرفت و من سفر بودم فیلمبرداری میکردیم فیلمی رو، گفتم که باشه بیام تهران بیرم چیه، و آمدم اینجا فیلمنامه رو به من داد خوندم، رو دستم نبود کار بکنم، جنگی بود راستش، از ترق تورو و تیراندازی و این چیزا، از ترق تورو و تیراندازی زیاد اعصاب چیزی ندارم توی همچین جبهه،
مضمونم واسه من خود گنگ بود، مضمون خود قبول نکردم همکاری. منتها بعد حال نمیدونم رو چه حسابی آقای حاتمی کیا مصر بوده که حتما با من کار بکنن. بودن رفتم تمام فیلم برداری دیگه یکی یکی رفته بودن سر اون پروژه قرارداد ببندن و اینا، ولی یه جوری بالاخره به درویش گفته بود و درویش با من تماس گرفته که حسین خیلی حاتمی کیا دوست داره و بیاد کار کنه و اینا. باز تو سفر بودم، قائم مقامی شد مدیر تولید اون فیلم، زنگ زد و اینا گفت که آجام بیا. گفتم من که به خدا حاتم کیا فیلماشو بعض فیلماشو دوست دارم، ولی با این موضوع نتونستم زیاد اعتبار برکنم کنم طرف تو روغا. نه حالا اونو درستش میکنم، بیایم صحبت کنیم دیگه. گفتم باشه، پس من الان قول نمیدم بهت، ولی بیام با خود حاتم کیا صحبت کنم. تو قبل از اون با حاتم کیا صحبت نکردم دیگه. آمدیم تهران، رفتیم با حاتمی کیا. اول جلسه گفت اولا بزرگترین اشتباه بود که اون فیلم نامه رو به شما دادن، اون فیلم نامه رو نباید به شما میدادن، اون یه خط اولیه بود که من میخواستم بدم ارشاد اینا. بعد گفت مثلا تعریفم از این ماجرا چیه، مثلا این نگاه رو دارم که کلا بهتر آدم دنبال مذاکره و گفتگو باشه تا دنبال جنگ با جنگ به خود مشکل رو حل کنه. جبه جامعه هم یه جوری بود که اون روزا این بحث ها خیلی مطرح بود دیگه. به هر حال این داستان شد که با صحبت هایی کردیم، میگم زمین که کارگردان خیلی توانای حاتمی کیا فیلم های قبلیش، خب فیلم های خیلی خوش ساخت و از نظر کار و خب بعضیشون از نظر مضمون آژانسی چیش مثلا خب فیلم خیلی مطرحی بود تاریخ سینمای با. بالاخره قبول کردم و قرارداد بستیم و رفتیم قاطیمون کار شدیم. قاطی کار شدیم، اونم 5 ماه طول کشید فیلم برداریش. اونم از نظر خود نوع کار با تجربه جالبی بود و فرصت خوب بود واسه به هر حال یک شکل دیگه فیلم برداری کردن. منتها باز پشت دوربین پیمان رو بردم. پیمان خودش یک دو تا فیلم شروع کرده بود ولی بردمش برای پشت دوربین. و 5 ماه فیلم برداری طول کشید. باز حالا نمیدونم، شاید خود آدما خوبن، ولی حالا منم شاید آدم یه مقدار توی فضای کار سعی میکنم آرامش ایجاد بشه و یه مقدارم شاید موم سفید شده بقیه به من احترام میذارن. کلا خیلی حاتمی که باز رابطه خوبی داشتیم، نقطه نظرام میگفتم، خیلی به هر حال گوش میکرد و جایی اگر لازم دید اعمال میکرد، جایی نمیکرد و بسیار احترام میذاشت تو صحنه، برخلاف یه چهره گاهی این آدم عصبی اینو از خودش نشون میده و یه حرفایی میزنه که من نمیدونم چرا باید بزنه یا چرا میزنه اصلا، برو فیلم تو بساز این حرفا رو چرا میزنه. اما و آدمی نمیدونم که سکوت کنم در مواردی این پیش میومد اختلاف نظرم مطرح میکردم، از جمله مثلا تو جلسه اولی که باش برخورد داشتم 3 ساعت صحبت کردم، من 1 ساعت خوردهشو به این پرداختم که چرا اون حرفو راجبه اسقر فرهادی زدی، یه چیزی گفته بودم در جایزه خرس نشان اونم چی چیو میرندم. گفتم تو که خودت فیلمساز موفقی هستی، برای من کسی دیگه میگم گفتن رو حسادت داری حرف میزنی، ولی آخه این حرفا چی عین میزنی به آدم اینا. هی استدلالای میکرد، میگفتم هیچ کدومش قبول نیست، تو فقط میتونی حق داری که فیلمو ببینی و فیلمو نقد کنی، از فیلم خوشت نیامد بگی این فیلم خوب نیست به این دلیل به این دلیل به این دلیل. حالا اونایی که میشنون هر کی بر اساس سلیقه و نوع نگاه خودش قبول نمی‌کنه، ولی اینکه بیای انگ بزنی و هی نمی‌خواد زیر بار بره من قبول نمی‌کردم. گفتم نه، یعنی می‌خوام بگم این ارتباط رو داشتیم، حرفم اونجایی که باید می‌زنم. و آخرش گفت آقا عصبانی شدم یه چیز نوشتم. گفتم خب همون اشکال من عصبانی شدی، نه بعد عصبانی می‌شدی اینجوری برخورد می‌کرد. اما میگم به هر حال خیلی ارتباط خوبی داشتیم. بعدها گفت من اون موقعی که قبول نکردی یه نامه نوشتم خواستم برات بفرستم که دیگه قبول کردی که بیای صحبت کنیم، من صحبت میکنیم. گفتم خب چی بود اون نامه؟ نامه رو اتفاقا برام بعدا ایمیل کرد، بسیار متواضعانه، بسیار هر حال حالو گفته به چه دلیل دوست داره با من کار بکنه و برای چی میخواد اینا. و من حیرت میکنم گاهی برخورداش و عصبانیت و کجا میاد این آدم با اون آدمی که من بسیار متواضع دیدمش توی کار. البته با بزرگ عرب نیا اختلاف های داشتن، مشکلی بوجود آمده بود و شاید اگه اون روحیه آرامش طلب من نبود خیلی تنش بیشتر بالا می گرفت.
و در صورت از نظر شخصیت خودش به عنوان کردن توی کار بسیار از اون کارام راضی بودم. همینقدر بگم که هی بهش گفتم، من بهش گفتم ابراهیم، میگفتم به هم بگو حسین، هی گفت یا آقای جعفریان یا استاد. بگم بابا جان بگو حسینی، من راحت ترم واقعا. این تو کارا فکر کنم اینقدر هی آقا آقا میگیم، آقا رسو هم دیگه رو کوتاه صدا کنیم و صمیمی‌تر بشیم. و یه خاطره هم داشت حاتمی که شاید اینجا بد نیست بگم، میگفت شما داشتین توی پارک ملت فیلم بی بی چلچله رو کار میکردین، یه صحنه بود که شجاع نوری بازی میکرد تو برف با یه بچه، ما تو پارک ملت رفته بودیم که اون موقع خود فرهاد که فیلم بردار بود نبود، من خودم پشت دوربین بودم. و میگفت من اون روز تو پارک آمده بودم، آمدم به چیز گفتم میخوام مثلا یه صحنه فیلم بردار ببینم به بهشتی، گفتم مثلا برو اینا دارم جا فیلم بردار میکنم. اومدم گوشه وایسادم رفتم تو رویا، میشه من یه روز فیلم بسازم که مثلا همچین دوربینی من برم کار بکنم؟ که خب بعد دیگه آمده بود و گفت آره حالا زمانه گذشت، گفتی برای ما همچنان همون فیلم برداریم، باز پوشن دوربین بایمیسیم. ولی شما ها از اون نقطه حرکت کردین و به این نقطه رسیدین که خب بخشیش از تلاش و توانایی خودتون بوده. رسول دو تا نصفی کار کردم باشم. رسول یه کاراکتر خیلی خاص بود دیگه، رسول ملاقلی پور، حالا همه بر بچه ها که میشناسن. به نظر من آدم بسیار خلاقی بود، بسیار ذهن خلاقی داشت که خب تو زندگی گذشتهشون زمینه واسه تربیت این ذهن خلاق آماده نشده بود. ولی خب انقلاب شرایطی فراهم کرد که این بیاد توی سینما و واقعا بدونه که قبلا درس خونده باشه یا آموزش دیده باشه، با من تو سینما و با اون استعداد زیادی که تاش تونست یواش یواش چماخم کار رو یاد بگیره و به طور غریزی و حسی اون اصول سینمایی رو کشف کنه و از اونها استفاده کنه. شاید اصولی که خیلی از اینا که دانشگاه هم رفتن بعدا نمیتونن اونها رو بیارن توی کار استفاده کنن، ولی ملاقلی پور به نظر این کارو میکرد. و خب مضمون فیلماش هم، فیلمای اولیه‌اش خب خیلی مقدار کلیشه‌ای بود در واقع، به تبع تحت تاثیر اون فیلمایی که دیده بود قرار گرفته بود و می‌خواست اون رو کپی کنه، به خصوص فیلمای جنگی. اما رفته رفته اومد جایی که حالا حرفم واسه گفتن داشت که یکی از اینها، حالا بدونه که بخوام تجزیه تحلیل کنم حرفشو، فیلم نسل سوخته بود. آشنایی من با رسولم بود که سر فیلم مجنون اومد سراغ من، اومد سراغ من و که اون فیلم رو من فیلم برداری کنم. ولی من قرارداد داشتم برای فیلم نقش عشق، گفتم یه همچین فیلم من دارم و قراره تو اون تاریخ شروع بشه مثلا 20 روز دیگه، ولی ممکنه مثلا عقبتر بیا جلوتر باشه نمیدونم. خیلی اصرار که نبیا، گفتم خب اول که بهش گفتم که چون نمیشناختم بهش، شنیده بودم که مدار سر صحنه داد میزنه فحش میده و این حرفا، گفتم ببین آقای ملاقلی پور من شنیده همچین داستان، من توی همچین جوی اصلا نمیتونم کار کنم، آدمی که بخواد داد بزنه فحش بده و به خصوص اگه بخواد این به هر حال نوع رفتار رو روی اون عوامل پایین مثلا اعمال کنه که متاسفانه هستن تو بر بچه کار کردن و یا کلن داد بیدار. گفت به خدا اینجوری نیست، من آقا جعفریان اذیت میکنن، من اذیت میکنن، من مجبور شدم داد بزنم. اصلا من قول میدم به شما هم از صبح تا شب جوک براتون تعریف کنم، شما رو بخندونم و من این قول الان مینویسم، من اینجا تو قراردادم مینویسم. برای یه روز صداقتی هم داشت در مقابل یه سری رفتاراش که شاید بعضی‌ها به هر حال نپسندیدن، یه صداقتی هم داشت که آدم جذب می‌کرد. ضمنی که میگم باشم آشنا می‌شدی، اون جرقه‌های خلاقانه رو پس ذهنش می‌خوندی و می‌دیدی. گفتم خب پس من به این شرط می‌تونم قرارداد بنویسم که من اگه اون فیلمم شروع شد میرم، چون به اون قول دادم قرارداد بستم به اون. قبول کردم و رفتیم اون فیلم شروع کردیم. مثلا فیلم مجنونش حدود 25 درصدش کار خود من بود. منطقه واسه این که میدونستم احتمال در اون کار شروع شده، یکی از دوستان آقای عظیم جوانرو، زنده یاد عظیم جوانرو،
اینو گفتم بیا به حال پشت اون وایسو که اگه کار ادامه پیدا خودت ادامه بدی. و رفتیم و 25% کار رو در واقع بودم. بعد اون فیلم شروع شد، رفتم آقای عظیمی جوان رو فیلم رو ادامه داد و به حال فیلم مجنون رو به این شکل ما در واقع باعث آشنایی ما شد. دیگه بعد از اون فیلم خسوف رو با هم کار کردیم و بعد آمدیم تو نسل سوخته. تقریبا میتونم بگم اکثر کاراشو با من تماس میگرفت برای کار. یه جوری حالا نمیدونم به چه دلیلی احترام خاصی واسه من قائل بود. نمیدونم حالا چه تجربه با کیا و چه جوری داشت. یه جوری عجیب غریبی هم مقدار زیادی به هر حال مشفقانه اگر حرفی میزدم نصیحتی میام چیزی میگفتم خیلی قبول میکرد و سری نامه‌هاش و فکس‌هاش و عکسایی که پوشش برام نوشته دارم. بچه‌هایی که باش کار میکردن مثلا تو سر همون سر مجنون و بعد سر چیز بودن اصلا این مولا قلی‌پور مولا قلی‌پور فیلم‌های دیگه نیست. بعد بقیه بهشون گفتن گفت چون فلانی اینقدر خودش آرومه خب منم آروم میکنم. ولی از الحق و الانصاف هم احترام ما رو نگه داشت، هم نه یه بار جلو به کسی فوش نداد یا داد نزد، ولی به هر حال داشته گویا این شیوه رفتارها رو. به هر حال فیلم سه تا اپیزود داشت دیگه، سه تا اپیزود داشت و یه سری به هر حال حواشی هم پشت فیلم سر اختلافایی که تایکنده داشت با گاهی پیش میاد سر مشکلات مالی و اینا یه مقدار تاثیر گذاشته بود. یکی از اشکالای مولا قلی‌پور میگم ذهن خیلی خلاقی داشت ولی این بود خیلی عجله میکرد. یعنی تا یه ایده به ذهنش میاد زود می‌نوشت و خب از امتیازات خاصی هم استفاده میکرد که شاید برای فیلم سازیش فراهم میشد. خب میدونی که حالا این بچه‌ای که اصطلاح بچه مذهبی میگفتن خیلی از بیشتر از بقیه این امکانات داشتن که زودتر جور کنن شرایط. البته مولا قلی‌پور شروع کارش خیلی سخت بوده. میدونید که تو اون حوزه هنری بودن، مثل که مخمل باف اونجا بوده، مخمل باف موافقی بوده. ولی این به قول خودش گفت من شبانه رفتم شیشه رو شکوندم، رفتم تو انبار دوربین 16 رو برداشته و رفته و خودش فیلم ساخته. همچین کاراکتر بود. ولی خب بعدها که دیگه فیلم ساز شد، براش جور میشد براش شرایط فیلم سازی. و من این یه اشکال بود نظرم برای این بچه ها، چون زود ناپخته می آوردن ایده هاشون رو جلو دوربین. به خودش هم بارها گفته بودم سر همین فیلم نسل سوخته خیلی مثلا با صبح که میاد اصلا میشستیم رو فیلم نامه کار میکردیم. خیلی چیزاشو بلتب میگم یه جوری قبولمون داشت و گوش میگه حرفمون، خیلی رو تغییر میدادیم. و اگه مثلا اون فیلم خوب بود نسل سوخته، ولی اگه این امکان داده بود مثلا یک سال روی این فیلم رو کار کرده بود و اینو مثلا پخته ترش کرده بود، فیلم میتونست بهتر هم بشه. جزو فیلم های خوب مولا قلی‌پور. شاید توی بخشش به خصوص بخش پایانی یه نگاهی داشت به مسائل که من باهاش موافق نبودم، ولی خب به هر حال فیلم مولا قلی‌پور بود و خواست نظر خودش رو مطرح کنه. که اون فیلمم تو جشنواره شرکت نکرد و بهتر دیده نشد، اما خب تو جشن خانه سینما یه تندیس بهترین فیلم برداریم به ما دادن که اون زمان فقط تندیس میدادن، چیز دیگه نمیدادن. کمال تبریزی هم چند تا فیلم قبل‌ترش دنبال من بود که با هم کار بکنیم، منم بعدم نمیاد کار بکنم. البته راستش درست نمیشناختم ایشون، ارتباطی هم باهاشون نداشتم. فیلم فرش باد بود فکر کنم که تماس گرفت با من. با سفر بودم و آمادم برای اون فیلم و این فیلم عقب افتاد و من رفتم درگیر یه کاری دیگه شدم و وقتی این فیلم شروع شد من مشغول اون فیلم بودم که نشدم کاری کنم. البته تهیه کنندش پول بلیط هواپیما منم داد برای اینکه من اومدم به خاطر یه همچین خاطری دارم. فیلم بعدیش هم که میخواست بذاره یادم چه فیلمی، باز دوباره تماس گرفت و من با اگر شما با مولا قلی‌پور قرار گذاشته بودم که نشد. باز دیگه سومین تماسش برای همین فیلم بود که اولین فیلم نبود، این فیلم نامه نبود. یه فیلم نامه کمال تبریزی از اون کار نمیسه، همیشه 5-6 فیلم نامه تو کشوش داره. این نشد اون یکی، این نشد اون یکی، خیلی تون تون به هر حال میمیسه و کار میکنه. بعد قرار بود یه فیلم طنزی بود، قرار بود برای بچه ها برای کانون پرورش فکری بسازه. من برای اون فیلم در واقع قرار اومده گوشیم آقای عنصری هم
اولین تجربه در واقع تهیه کنندگیش بود که آقای اعتباریان تهیه کننده سرمایه‌گذارش بود و نمیدونم چی شد که اون رو نساخت. بعد گفت نه این مضمون نیست و حالا یه فیلم دیگه میخوام کنم. یه ایده بر من تعریف کرد، گفتم خب بد نیست اینم. بعد که روزی رفتیم دیگه کجا رو گروه کنیم شروع کنیم، یه فیلمنامه دیگه آورد که همین یک تکه نام بود. این چه جوریه؟ از عوض شد؟ گفت نه اونم نشد، اینم خوب کار میکنم اینا. یه ما اونجا خوندیم، خیلی به هر حال طبق معمول که فیلمنامه رو میخونم و خیلی بده بستون داریم با کارگردان، خیلی بده بستون نداشتیم، خیلی ابتدا به ساکن رسید دست منو. بعدم رفتیم دو سه روز بعد برای فیلم برداری. به هر حال تجربه خوب، خیلی خوشروحی است کمال، خیلی تند و سریع کار میکنه و خیلی به هر حال خودشو درگیر زحمت های زیاد نمیکنه توی کار. و به نظر من البته اون بده بستونایی که فرض کنم با رخشان مثلا پیدا، با فرهادی، با پور احمد که خیلی قاطی میشدیم با کار، اونجوری با کمال قاطی نشدیم. خودش هم زیاد دوست داشت که به هر حال کارو اون همون شکلی که دوست داره سریع بگیره و بره جلو. بخش شمالش از نظر پشت صحنه برای من جذاب بود، یه جای خیلی خوبی گرفته بودن و یه سویت مستقل داشتم و منم که دوست دارم که فیلم تو طبیعت باشه، تو جنگل باشه و اینا، خیلی 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 خوب بود، این خاطره خیلی خوب داشتیم. و یه حسن کمال هم خوش اخلاقیشه، اصلا مثل بعضی کارگردان عصبانی بشه داد بزنه اصلا این چیزا رو نداره، هیچ وقت نمی‌بینی نخنده این آدم. یکی اینش خوبه، کمالی که هم خوشخوراک خیلی، یعنی آدمو حس میده. یادم سر یادش بخیر زنده یاد یادالله نجفی هم اونجا با هم تو فیلم کار می‌کردیم، صبح که میومد یعنی آدم خونه‌ش نون بربری تازه می‌خرید میآورد، کمال هم پنیر و مرین و تخم مرغ و غیره می‌شستم انقدر با لذت می‌خورد. ما هم به شوق، من چند کیلویی چاق شدم سر اون فیلم خاطره خوش خوراکی و خوب غذا خوردن کمال بود تبریزی. و به اضافه اینکه میام هیچ وقت من ندیدم قنده به چهرش نباشه، اینم یه جایی نوشتم واقعا ازش تعریف کردم و از این با هم همکاری خیلی خوب بود. آشنایی من با همایون اسدیان از فیلم تلوامس شروع شد که به هر حال طبق معمول تماس گرفته شد و که من برم با هم همکاری کنیم. و که البته تیم ثابتش مهرداد میرکیانی بود، من با مهرداد خیلی فیلم های زیادی کار کردم و همیشه خوشحال بودم که به هر حال مهرداد میرکیانی گریمور باشه، چون ارتباط خیلی خوبی داریم توی کار با هم. و زنگ زد گفت همچه فیلمی، گفتم باشه حتما تو هم هستی دیگه چه بهتر. و رفتیم و به هر حال قرار گذاشتیم با اینکه این فیلم کار کنیم. باز طبق معمول یک نقطه نظری داشتم روز فیلم نامه، اون جلسه اول مطرح کردم، یاد داشت که همون اینو تایید کرد و بعدها بعدم به هر حال تغییرات داد که واقعا هی تغییرات مفصل داد و خیلی فیلم نامه بهتر شد. و رفتیم فیلم برداری کردیم، خیلی راحت همون اسدیان توی کار و با یه تیم ثابتی کار میکنه، همشون یکی بهتر، اینکه واقعا خیلی پشت صحنه‌اش خوش میگذره، خیلی جب راحت و خوب و با روحی داشتیم. آقای محمدی هم تهیه کننده بود و همین فیلم هم فیلم بعدی رو که با اسدیان کار کردم آقای محمدی تهیه کننده بود و خیلی به هر حال پشت صحنه خوبی داشتیم و تو زمان مناسب و وقت مناسب فیلمو کار کردیم و فیلمم فیلم موفقی از آب در اومد، علاوه بر بهترین یکی از بهترین کارهای عمر اسدیانه. خاطره ای که از این فیلم دارم، آره بازی خیلی خوب نگار جواریان، اولین بار تو اون فیلم با هم کار کردیم، بازی فوق العاده تو اون فیلم و من حدس می‌زدم که همونجا گفتم که این بازیش مطرح میشه و اتفاقا همین هم شد. هم سیمرغ گرفت، هم سیمرغ بلونی بهترین بازیگری گرفت، بعد تندیس خانه سینما تندیس بهترین بازیگری گرفت، تو جشن دنیای تصویر گرفت و اونجا درو کرد در واقع جایزه بازیگر نقش اول زن. بعد از اون فیلم بوسیدن روی ماه پیش اومد
که باز اونم مضمونای در واقع یه جوری مشابه از منتها یه زاویه دیگه داشت که نگاه اولی یه خورده چیز بود به نظر من، یه اشکالایی داشت که اشکال نه، میتونست چیزایی بهش اضافه بشه این فیلمنامه رو پربارترش بکنه. همین اتفاق افتاد و تغییراتی همون مسعدی هم داد، بسیار فیلمنامه رو بهتر کرد. و متأسفانه پایان بندی فیلم من به همین شکلی که الان انجام گرفته خیلی موافق بودم. همین اسدیان تردید داشت، ولی آقای منصور محمدی یه پایان دیگر میخواست. دوست داشتنم برن دو نفر توی مراسمی و غیره و اینا. و به هر حال هر کدوم استدلال خودم داشتیم، ولی همایون اون شکلم یه خودشو فیلم برداری کردیم، ولی اونم تو ذهنش نمینشست و خوشبختانه همین شکلی که الان هست و درست تره رو اجرا کرد و اونم فیلم موفقی بود. حالا من از نظر تجاریش نمیدونم، ولی از نظر به هر حال توجه بهش شد، چه منتقدین و چه توی فستیوال فجر، فیلم های موفقی از اون. خانم میلانی هم به هر حال اولا من خیلی خوشحالم که بعد از انقلاب این شرایط فراهم شد که کارگردان زن بتونن کار کنن و با همه مشکلاتی که به هر حال تحت شرایط حاکم برای زنان به وجود اومد، ولی توی عرصه‌ها اینا تونستن بیان جلوتر و کار بکنن و همین هم باعث شد در ما فیلمسازهای خوبی داشته باشیم توی خانم‌ها که به هر حال در رأسش خانم بنی اعتماد قرار داره و خانم میلانی و خانم درخشنده و بعدی ها که اومدن و من خودم حدود 9 تا یا 10 تا فیلم با کارگردان زن کار کردم و فکر میکنم جدا از این که دلم میخواسته به هر حال شرطی براشون فراهم کنم اینا راحت تر بتونن کار کنن و فکر کنم تو جامعه‌ای که زنها هرچی فعالتر بشن اون جامعه یه قدم رو به جلوتر برداشته با یه همچین نیتی علاقه من بودم با کارگردان زنم کار کنم و کمکشون کنم که اونا فیلم بسازن. و خانم میلانی هم به هر حال این یک فرصتی که پیش اومد که تحت یک شرایطی که حالا زیاد نمیخوام توضیح بدم که من این فیلمو براشون گرفتم و فیلم خوبی هم دارم و علل ظاهر اینجوری که من از نقدها و نقطه نظر میدم بهترین فیلم تا الان دمین میلانیه و علل ظاهر تو جشنواره فجر هم براش جایزه گرفت، اگه اشتباه نکنم بهترین کارگردانی. و فیلم تاثیرگذاریش مضمونی رو مطرح میکنه توش که به هر حال هنوزم امروزم میشه نگاهش کرد و ازش تاثیر گرفت. خیلی خوب بود، خیلی خیلی احترام میذاشت و من واقعا از این نظر برام جالب بود. تقریبا تمام مدت خودش با ماشین صبح میومد دنبال من که منو ببره و خیلی خیلی هوا رو داشت و خیلی گوش میکرد به اگه آدم نظری داشت، نقطه نظری داشت اینو. منتها یه اشکالی هم تو فیلم بود، یه خود جب زنونه بود، یعنی که بازیگرا بودن، طراح صحنه‌مون زن بود، خب گریمورمون توش زن بودن و اینا یه مقدار میخواستن جب به وجود بیارن، ولی تمیلانی گوش نمیداد جلوشون و بهشون اهمیت نمیداد و منم خوب کمک میکردم که این جب واقعا مشکلی وجود نیاره و خیلی حواسش جمع کار خودش بود و متوجه بود که بعد چجوری با آدم برخورد کنه. اونجا که لازم بود اون قاطعیت رو به خرج میداد. مثلا این خاطری که از اون فیلم دارم، سر یه صحنه داشتیم فیلم برداری میکردیم، بازیگر اون فیلم که حالا نمیخوام اسم ببرم یه متلک پروند که من لنز پنجاه رو گفتم بذاریم بچه ها شاید مقاسمیم، گفت این تو این فیلم بالاتر از لنز پنجاه نداریم. میدونی این بازیگر عاشق اینا که با 85 و 35 کلوزاب ازشون بگیریم و در واقع اینجوری متلک برام که چرا، در صورتی که
فیلم منطق خودشو داره، انتخاب لنز برای بازیگر نیست، بازیگر مثلا زیباتر رو یا نمای درشتر نشون بده. بعد اینو یه جوری گلمندانه به تأمینه گفتم، میگم هوا رو خیلی داشت، برخورد خیلی تند کرد با اون بازیگر کذا و کذا، که اون البته زیربان گفت نه من همچین منظوری نداشتم، من اینو نمیخواستم بگم، معذرت میخوام فلان اینا، ولی خیلی شایدن باش برخورد. در اصل من خیلی همکاری خوب هم داشتیم، خیلی بدوستون خوبی داشتیم و خوب کار کردیم با هم. زمینی که مشکلاتی داشتیم، وسیله خیلی کم بود، زمانی بود که چند تا فیلم داشت تولید میشد، خیلی وسایل دستو نمیرسید. نوع نگاتیوی که من دادن نگاتیو بدی بود، 250 فوجی بود که نمیدونم چجوری بود، اون پارتی که خریدن آوردن اینا اشکال داشت همشون، کنتراست عجیب غریبی داشت و رنگا رو به هم میزد و مجبور شدم با اون فیلم کار کنم. همه اینا بود، ولی خب به هر حال خوشحالم از اون همکاری در اون فیلم و فیلم تاثیرگذاری هم بوده. سیروس الوندو نمیدونم، زیاد کار دلچسبی ندارم، نه خود کار نه فضای کار. سیروس الوند به هر حال آدمی زحمت کشید تو این سینما و در گذشته علازای دستی هم به قلم داشته، بعد هم تعداد زیاد فیلم ساخته، منطقه حالا به زبان بر بچه ها بگم گروه خونیش به گروه خونی من نمیخوره. قبلا هم زیاد مایل نبودم، مثلا علاقه نشه باش کار بکنم، اما پور احمد یه سفری با ایشون داشتم به ژاپن اینا، جا با هم آشنا شدن به من زنگ زد گفت میخواد یه فیلم کار کنه و اینا، دوست داره مثلا با تو کار کنه. گفتم کی اومد؟ گفت نه بیا، خیلی آدم خوبیه، خیلی البته آدم خوبی هم هست واقعا، اصلا نمیگم آدم بدیه، ولی خوب میگم یه کاراکتری داری که بر من شاید به هم دیگه روحیتا نمیخوره. و اون فیلم هم تهیه کنندهش این نجفی بود و بازی هم میکرد و خود سیروس الوند هم بود. من از سفر که برگشتم همون دو ساله گفتم اولین فیلم هم فکر کنم همین بود با سیروس الوند. این فیلم بود، یه نوع رابطه ها و یه جوری به هر حال ریشه در فیلم فارسی قبل از انقلاب داشت و ما که با یه روحیه دیگه آمده بودیم، از تلویزیون آمده بودیم، یه کلن بچه های دیگه که وارد سینما شده بودن، محمود کلاری، تورج منصوری، اینا با خودشون یه فضا و فرهنگ آورده بودن که خیلی فرق کرد با اون، ولی جب اون کار اونجوری بود و یه جور معذب بودم. میگم اصلا نمیتونم بگم بده ها، اصلا نمیخوام بگم بده، ولی به هر چیز بود که دلچسب من نبود. نوع رابطه‌ای بود، توقعی داشتن، رفتاری که با هم داشتن، اون سلسله مراتبی که تو ارتباطشون رعایت می‌کردن. در صورت زمین که خود فیلمنامه فیلمنامه خوبی نبود کلا و فیلمم فیلم خوبی نبود در مجموع و هیچ اصلا ندیدم فیلمو، نمی‌دونم، می‌دونستم که فیلم خوبی نمیشه. به هر حال میگم ایشون فیلمساز فیلم‌های زیادی ساخته، بالاخره به گردن سینما حق داره، ولی خب من از اون همکاری زیاد راضی نبودم.